بادو 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 بندره جیره دادو هست تمام اینجا رو بیریم ویتالیا بیریز بادو 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 دست به دست هم سپرده دل به رویاهای دور کوچه فاصله روشن خونه اما سوت و کور رو به شهر آرزوها خبر از بد و خوب به امید سفری خوش خوش به هم رو به غروب کاش میشد به جای دست ها دلامون یک دل بود سینه ها خونه مه نه جای رنگ و حیله بود سفر خوش من و تو رو به شهر آرزوها لحظه رسیدن و شکستن فاصله بود شکستن فاصله بود تو رو خدا زود باش آقا رضا نادر خان تو رو خدا زود باشی خب الان میام خدا من برای چی این کار رو انجام میدم؟ برای اینکه به مردم شهر ثابت بکنم که هنوز در این شهر به این بزرگی مردی و مردونگی مونده و وجود داره. بله. بله. هزار تومن میشه. ایراد نمیخواد. خب ایراد نداره عزیز شما شرمنده‌تون هم دید 2000 تومن پول خورد من بدین. برای چی؟ شما بدین زن وقتی تلف نکنه. بدین دیره من باید برم والله. هم شهره دیم دیگه. عصب بابا ببینم. بله خب این از این درسته این 2000 تومان ها این سه جفت جوراب هم خدمت شما خب من شما خدمت شما باشه ما هم شهری مده آقا رضا کمک کن بله چی؟ آقای دکتر الماسی زاده با اوجان ای از یه راهی میده که من گمت کنم فکر کردی؟ نمیخوام خان داداش رو ببینه چرا آخه؟ اگه ببینه شهر به پا میشه نمیخوام حرفای بی ربط به تو بزنه مگه بی ادبه که حرف بی ربط به من بزنه مگه من چیکارش دارم من اومدم بابای تو رو ببینم نمیدونم چرا از تو خوشش نمیاد تو میدی جوری چشمش رژه میری نکن من دارم راه میرم دارم میافتم زمین کجا رژه رفتم میگم آ تورام تورام من یه سوال دارم از تو خب میتونم بپرسم سریع اعصاب خودتو خورد نکن ببین اومدیم و خدای نکرده خب خدا اون روزو نیاره زبونم لال خب زبونم لال خب اومدیم و بابات فوت کرد خدای نکرده اون وقت خواستگاری ما چی میشه آقا پیروزی چه حرفیه میزنی زبون تو گاز بگیر خدا نکنه خب خدا نکنه من که 300 بار گفتم خدای نکرده اصلا ولش کن الان وقت این سوال نبود تو هم الان دلشوره داری ناراحتی ایشالله که خدا بخواد ای خدای بزرگ حالش خوب بشه ای خدای بزرگ سایش بالا سرمون باشه و ما یعنی منم دامادتون بشم حالا برو تو خانده داشت نایمده تو رو ندیده برو برم بله برو الان من برم
حالت خوبه؟ چی داری میگی تو؟ توران الان وقتیه که من با خودم رو تثبیت کنم تو خانواده شما. الان همه هستن، اگه من نباشم میگن این چیزه، این کم آورده، کوتاه اومده، آبروریزی میشه. من باید الان شایستگی ها و لیاقت های خودم رو بتونم ثابت کنم، مثل یه شیر قرص و محکم بالای سر بابا وایستم، هر چیزی نیازش رو برطرف کنم و حاضرم شب تا صبحم بالا سرش بمونم و هر کاری که بگه انجام بدم و جونم هم تا حدی تا بخشیشو حاضرم براش بدم، همشونم. حالا باش تا من برم ببینم بالا چه خبره. اگه خانداداش نبود میام دنبالت. خب من اینجا وایستم. اگر نبود میام دنبالت. ببین گوش کن، گوش کن. میام. برای من خبر بیار، من دلشوره دارم، نمیذاره من برم تو صحنه، باید کنار صحنه وایستم. آقا جونم کجا بردن؟ آقا جونم من نمیدونم خانم چرا سر من داد میزنیم، مگه من باعث شدم حالا آقا جون بد بشه؟ میگم مثل همیشه شده. چی کجا بردنش؟ کجا بردنش؟ تو چرا تنهاشون گذاشتی؟ کجا بردن آقا جون؟ من تنها نذاشتم، حالا من دست داداش گردن کلفت اینجا موندم، گفتم برای من پیغام بیاره تو راه به من خبر بده بعد من برم. کجا بردنش آقا جون؟ آقا کجا بردن؟ سیسیو. نه آقا جون، نه نگفتم سیسیو. من که گفتم سیسیو؟ بابا توران بیا برای من یه خبر بیار، من مردم از دلشوره. هر کی میاد سلام خانم، چرا اینقدر دلشوره داری شما؟ چرا نیستن آقا جون؟ هیچی نشده، هیچ اتفاقی نیفتاد. مطمئنی؟ مطمئنم، چون که من توران رو فرستادم برای من خبر بیاره، خودم که نمیتونم برام به خاطر داداش. سیسیو که نبردن شما؟ نه بابا، سیسیو کجا بودی؟ بردن همین بخشه، دوتا اکسیژن بهش میدن، ایشالله حالش خوب میشه میاد بیرون. مطمئنی حالش خوبه؟ مطمئن، من اونجا نیستم مطمئن باشم، ولی اگه خبر شده بود خب جیغی میغی چیزی توران میزد، من میشنیدم. چیزی شد؟ نه میگم حالا که جیغ نزده حتما خبری نشده، خدا رو شکر. قربونت برم، خیلی با معرفتی. بعد باید بشم دیگه. قربونت برم، خیلی با معرفتی، فراموشت نمیکنم. آقا پیروز تو اینجا چیکار میکنی؟ سلام چی شده؟ هیچی. خب بگو دیگه آقا جون، تموم شده؟ نه و چی؟ خودت دیدیش؟ نه نکنه یه موقع آقا جون اتفاقی براش افتاده؟ نه و چی؟ چیزه؟ نه خودت دیدیش؟ نه خودت دیدیش؟ نه تمومه یعنی؟ نه خدا نکنه. چی آقا اینجوری که تو لال شدی حتما یه چیزی هست. نه من بچه خب بگو دیگه، حتی کشتی منو بگو. نمیذاری آخه، نمیذاری من حرف بزنم آخه. بگو هی پشت سر هم تو پیروز پی پیروز بگو. تو خب توران. خب توران رفته اون تو خبر بیاره، منم منتظرم که تو قولم دادی یه دفعه چته رفته خبر بیاره. الهی که خوش خبر باشه الهی خوش خبر باشه. چشونه اینا؟ آقا دستت درد نکنه، قربونت برم، بدت شم. یه لحظه ببخشید، من شرمنده تونم. یعنی چی؟ من نمیفهمم. طوری شده؟ نه طوری نشده. شما 500 تومانی خدمتتون است؟ بله. متشکرم. ببخشید کرایه شما چقدر میشه؟ 500 تومان. 500 تومان بله، چون بنده متاسفانه فراموش کردم که کیف پولمو همراه خودم بیارم. آخه میدونید بنده هول شدم. هول بودم، تقصیر نداشتم که شما نمیدونید تو داره چه اتفاقاتی میفته. خواهش میکنم که این یک جفت جوراب رو که قیمتش بیشتر از 2000 تومان میارزه از من قبول بفرمایید. درست میاد. جوراب میخوام چیکار آقا؟ کرایه‌تو بده. قربان، من خواهش میکنم شما با قبول این جوراب بنده از این بیشتر مدیون خودتون نفرمایید. لطفاً من قربون هر چی شدم با معرفت میرم کوچیکی شما رو میکنم. جوراب میخوام. آقا قربونت برم، کرایه‌تو بده. آقا فیروز. سلام. سلام پیروز جان. چطوری؟ خوشی؟ خوبی؟ بمیرم برات. بمیرم برات که باز این خواستگاری تو یک سال به عقب افتاد. نه چرا عقب بیفته؟ عقب نیفتاده. چرا دیگه پسر خوب؟ بیا اصلا اینجا تاعت بگم. بیا اینجا. ببین آدم وقتی یکی از فامیل نزدیکش مثل آقا جون سخاوت بمیره باید نامزدی بگیره. زبونم لال، مگه آقا جون سخاوت مرده؟ نمرده. احتمالاً مرده. نه. چرا؟ حالا تو بیا این جورابا رو بگیر. اگه بتونی مثل پسرای خوب، اینم بگیر. مثل پسرای خوب بری 10 جفت مرده از مرده که جوراب نمیخواد. وایسا گوش کن، اگه بتونی 10 جفت از این جورابا رو بفروشی من پول یه دونهشو خرج خیرات اموات آقا جون سخاوت میکنم. فهمیدی؟
تا برای یه سالمون کافی باشه، برای هم من هم تو، یعنی برای ثواب ثواب ببریم. آفرین، بده بگیر شما، این کار شماست. من بلد نیستم. مثل پسر خوبون گوشه بشین، یارو بفروش که اگه بتونی این کارو بکنی از دوماد شدن آقای سخاوت آخر عاقبتمون خیلی بهتر میشه، هم تو هم من. خوبه فهمیدی؟ برو بشین اونجا بفروش، من کار دارم دارم میام. برو وایسا اونجا. خدا من قیمتشو نمیدونم. روش نوشته. بجوف چقدر؟ خانم، خانم آقای سخاوت کجا؟ ساکت آقا، اینجا بیمارستانه. خانم آقای سخاوت اونجا. اخ جون پودار نینا. آقا جونت کجا؟ دیدیش؟ ای خدا منو بکن، آقا جونو نکن. دیدی چه بلایی سرمون اومد؟ دیدی برون مادر، شما که میدونی من بدون آقا جون سخاوت میمیرم اصلا. آخه چرا اینجوری میکنی بهروز خان؟ هنوز که الحمدلله اتفاقی براش نیفتاده، هی نفوس بد میزنی. خودت رحمی بکن. ای یتیمی، ای یتیمی، درد بی درمونته. من میدونم تو یتیمی. آقا بهروز، آقا جونم که هنطوریش نشده که سرمو رو گنده است. سرمو رو گنده است؟ بله. نه خانم، ببخشید خانواده آقای سخاوت کجا هستن؟ انتهای راه رو سمت چپ. در ضمن خواهش می‌کنم بفرمایید خدمتشون سکوت را رعایت کنن. سکوت بر اصلا ذاتاً خانواده آقای سخاوت خانواده کم حرف آرومی هستن. متشکرم، ممنون. سخاوت داره می‌میره. خدا، آخه چرا آقا جون منو ازم گرفتی؟ یکی به من بگه چه بلایی سر آقا جونم اومده؟ مامان بلوز، آقا جونه گلم، آقا جونه بهت جان بسه. خجالت میکش، اینقدر فیلم بازی نکن. نمیتونم خانم، نمیتونم. تو خدا راست میگه آخه فیروز خان، اینقدر گریه زاده نکن. بیا این دستماره بگیر، عشقاتو پاک کن. از شما درم نکنه فیروز خان. دیدی چجوری یتیم شدیم؟ دیدی؟ دیدی؟ نیست جلو خانم ها. مثلا بعد از جناب آقای سخاوت منو تو مردین خونه انجام کن خود تو. آخه بابا، باید یه مراسم آبرومند و درخور شخصیتش براش بگیری. چطور آقا فیروز؟ آقا جونم که هزار ماشاءالله هزار بار شد، هیچیشون نشد هنوز. سرمو رو گندن. سرمو رو گندن؟ بله. نه بکنیم. درست نیست، سیبته کرده دوباره. خب بریم سفارش رو به این رئیس بیمارستان بکنیم. مراسمه بریم. تشییع و تدفین مرحوم مقبول
شادروان لطفعلی خان زن لطفعلی خان سخاوت ببخشید لطفعلی خان سخاوت در ساعت این اینجا شو لطف کنید این ساعت و نقطه چند تا نقطه خالی بذارید ساعت و تاریخش بله ساعت و تاریخش آه با خودمون ما بعدا با خودکار پر میکنیم شما نگران نباشید چطور مادر؟ چی بگم میبینی که؟ باشه بابا هرچی تو بگی بالاخره تکلیف ما مشخص شد چی کار کنی؟ آقا بزنمون پس فرد پس فردا؟ پس فرد پس شد پس فردا بله ساعت 3 بعد از ظهر الی 5 عالیه مجلس ترحیم مرحوم اسم مرحوم؟ مرحوم مغفور شادروان خلداشیان جنت مکان رضوان جایگاه جایگاه لطفعلی خان زند بله تاریخ وفات یه ساعت دیگه شاید هم دو سه ساعت دیگه خب شاید هم فردا بله آقا این دکترش کیه داداش هنوز نمیدونی خاله بله ما که نمیدونیم اون تو چه خبره یعنی هیچ کس اینجا خبر نداره این تو چه خبره داداش از هر کی هم سوال میکنیم کسی جواب بهمون نمیده این بهروز و فیروز نیومدن؟ چرا خانداداش اومدن؟ یکی از دوستای بهروز رئیس این بیمارستانه رفتن سفارش آقا جونو بهش بکنه. تازه یکی از دوستای فیروز هم تو این بیمارستانه اونا رفته سفارش آقا جونو بکنه. خانداداش. بله. فیروز هم اومده. رفته به یکی از هم دانشگاهیاش که اینجا تو آزمایشگاه کار میکنه سفارش آقا جونو بکنه. بله. دیدمش. وقتی داشت سفارش میکرد تو عیاد دیدمش. حاج آقا ما یه خواهش داشتیم تو بگو ببین حاج آقا ما یه خواهش ازتون داریم میدونی چیه چه خواهشی راست شو بخواین ما چون که منتظر مرگ متوفا هستیم برای همینم اگر شما قبول کنین قرونتون برم بله. ما الان یه مقدار از پولو بدیم انشالله وقتی که مرد انشالله میان کل پولو جیرینگی تقدیم میکنیم نه آقای محترم شما اهل معامله نیستین اگه نری میگم اینجا زنده به گورت بکنن چی آقا آخه شما چرا اینجوری میکنیم یه لحظه ۴۰۰,۰۰۰ تومن پول از من میخوان ۴۰۰,۰۰۰ تومن؟ خانداداش باید بدیم دیگه یه جوری از کجا بیارم که بگی باید بدیم یه جوری دیگه آخه خانداداش جون آقا جون در خطره چیکار کنیم باید یه جوری جورش کنیم خانداداش حالا حتما باید کلی ۴۰۰,۰۰۰ تومن یه جا بدیم همه بیمارستان همینطورن هم. پولو پیش بگیرن باید یه کاری بکنیم بابا جان من همه باید با هم کمک کنیم تا این پولو یه جوری فراهمش کنیم ای چرا با اومده سلام اکبر اکبر جون کی اومدی خوربونت بره ملا اکبر آقا اکبر خدا اکبر جون بهروزت بمیره بهروزت بمیره آقا جون سخاوت نمیره اکبر آقا میدونی چه ما رفته بودیم پیش رئیس بیمارستان معاونش آره اتفاقا کلی هم از خاطرات گذشته تعریف کرد بله یهو این رئیس بیمارستان دکتر آقا جون صدا کرد و گفتش که یه کاری بکنید که این بیمارستان بهروزم بود به خدا جان اکبر آقا یه کاری بکنید که این بیمارستان در خدمت خانواده آقای سخاوت باشه بله اتفاقا تو بلندگو هم اعلام کرد شما نشنیدید دیر شده نه اکبر جان نه بابا چی رو دیر شده اکبر جون دکتر گفت من تمام تلاشمو میکنم هیچی هم کم نمیذارم کی گفت دکترش گفت خب بله دیگه خب خدا رو شکر به هر حال اکبر آقا من و بهروز خان تمام تلاش خودمونو کردیم که این بیمارستان در خدمت خانواده خودمون باشه دیگه بله خانم اینجا چه خبره؟ خانوم ها آقای و ساکت لطفاً اینجا سالن نمایشه؟ سلام میدون ترباره؟ سلام بازار روزه؟ سلام از کنم نونواییه؟ سلام خانم آقای اونجا چی میخوان خانم؟ سلام اینجا بیمارستانه اینجا بیمارستانه اون بغل رو میبینید؟ اون اتاق 330ه
تو سیسیو یه سری مریض خوابیده که با مرگ فقط یک قدم فاصله دارن. از برای چه شلوغ میکنی؟ میخوای مریضا رو بکشی؟ سلام آقای دکتر. کارتون اینه؟ خاله مگه اینجا تالو سکوت نداره؟ آقای دکتر بارها به این خانواده تذکر دادم که سکوت رو رعایت کنم. متأسفانه اصلا اهمیت نمیدن. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، ما کلا خانواده آقای سخاوت هست. سخاوت کی آقای محترم؟ بفرمایید سر جاتون. همچی میگی سخاوت نیست که پسرخال رئیس بیمارستانه. بفرمایید سر جاتون. بهروز، مگه تو نگفتی این آقا باهات آشنان؟ بله بله، الان کارش توضیح میدم. قربان، آقای دکتر شما چرا انقدر زود عصبانی میشین؟ خوب نیست، شما میدونید. دست آلودتون رو لطفا به من نزنید. دستتون بردار. من اصلا این آقا رو نمیشناسم. من فقط با رئیس بیمارستان آشنام. فیروز حدمت رو بهشون بگو ما کی هستیم. بله بله، میگم که آقای دکتر ما از خانواده آقای سخاوت هستیم و پیش رئیس بیمارستان بودیم و ایشون خیلی از شما تعریف کردن، گفتن که بیمارستان در بس در خدمت شماست، در اختیار شماست، خیلی از حسن اخلاق، حسن رفتار، کار شما همه چی تعریف فرمودن قربان. آقای محترم، رئیس بیمارستان برای یک کنگره پزشکی الان چند وقت رفتن لهستان و اینجا نیستن. نه میدونین چیه موضوع سر اینکه من اصلا دخالت توی این قضیه نداشتم. خیلی خوب آقای ساکت، خواهش میکنم ساکت. ببینم بزرگتر خانواده آقای سخاوت کیه؟ خیلی خوب، فقط یک نفر با من بیاد. بله بنده در خدمت شما هستم. من اینجا چه کارم؟ قربان امری بود. ببخشید شما با بیمار چه نسبتی داری؟ آقای دکتر، تنها پسر خانواده ی آقای سخاوت و بزرگ این خانواده منم. اینو جیغ خور آقای سخاوت. ایوا این حرفا چیه میزنی مادر؟ ما که یه عمری قصه خوریم، نه جیره خور. مادر شما رو نمیگم ولی بعضی ها رو میگم. قربان ما خاک سپاریم قربان. خواهش میکنم بقیه تشریف ببرید بیرون لطفا. بفرمایید. بفرمایید بیرون آقای دکتر. مادر این چند از بیرون تشریف داشته باشید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. اکبر آقا. اینجا ماشالله اینجا میری به رئیس بیمارستان خب سفارش منو میکنه، یاد نره ها؟ خب حتما ها. آقای محترم خواهش میکنم، تمنا میکنم، استدعا میکنم، بفرمایید بیرون. آقای دکتر من باید به شما اثبات کنم که آقای رئیس بیمارستان استرالیا تشریف ندارن. ببخشید اکبر آقا، من خدمتتون. میدونی اصلا استرالیا تشریف اکبر آقا شما ببرم ازت میری پیش معاون این بیمارستان سفارش من رو بهش میکنم. فقط یک نکته رو من خدمتون عرض کنم، سلامتی ایشون در گرو آسایش و آرامشه. آقای سخاوت احتیاج به یک محیط آروم دارن. همین. چی شد مادر؟ مثل همیشه. دکتر چی گفت؟ هیچی نگفت، حالش خوب میشه. میره میبریمش خونه. بفرمایید میرید خونه. فیروز و فیروز کجا؟ خانده داشت این همه بهشون توهین کردن. توهین؟ دنزونه شما خورد میکردن. چیز جلبا بفرمایید. بله رئیس بیمارستان دوستشون رو گفتن. برو مادر. ببخشید آقای دکتر ما مزاحمتون شدیم. می‌خواستیم بپرسیم که چه چیزایی برای ایشون ضرر داره ها؟ بله یعنی چه چیزایی نباید برای ایشون تجویز کرد قربان؟
سر و صدا، آلودگی صوتی، هوای ناسالم، استرس‌های عصبی، فشارهای روحی و فکری، چربی و بقیه چیزایی که اینجا نوشتم براتون. ضمناً بهش دروغ هم نگید. متشکرم. خیلی ممنون. مخم داره میترکه مادر. آدم این همه پول داشته باشه بعد واسه خرج بیمارستان عزاداری را بندازه. ببین وقتی میگم دارم از دست بابای تو دق مرگ میشم، اون وقت میگی این حرفا چیه میزنی مادر؟ نگران نباش مادر، منو داداش جورش میکنی. چی میگی تو رام؟ چی میگی واسه خودت؟ از کجا جور میکنیم ها؟ خان داداش، بهروز و فیروزم کمک میکنن، 200,000 تومنشو اونا جور میکنن، بقیهش هم ما میذاریم، حل دیگه. ابدا حرف اون دوتا رو اصلا نزن، یا من حاضرم گردنم بذارم زیر تبر، یک قرون دست نکنن تو جیبشون بدن. چرا مادرشون؟ چطور بردن هر پنجشنبه جمعه بیان اینجا شام بلنبونن، حاضر نیستن دست تو جیبشون کنن؟ حالا نه به خاطر من، به خاطر شما، به خاطر پدرزنشون. درست میگی خان داداش، ما هم تا حالا ندیدیم این دوتا یه نون بگیرن تو دستشون بیارن توی خونه، ولی حالا گفتنش که ضرر نداره. من که راضی نیستم. اتفاقا من راضیم، از ته دلم راضیم. باید دست کنن تو جیبشون خرج پدر با هم بدیم. اونا پول بده نیستن. نیستن؟ از حلقومشون میکشن بیرون. حالا ببین، من واقعا نمیدونم، منی که از صبح تا شب میرم زحمت میکشم اطلاعات پزشکی در اختیار مردم میذارم، اون وقت من باید پول بیمارستان جناب آقای سخاوت رو بپردازم؟ بله باید بدیم. بهروز قرار شده پول بیمارستان آقا جون رو همه این خانواده بدن. ببین دیگه به من نگی باید، چون اگر بگی باید منم میگم باید اون داداش گردن کلفتت پول بیمارستانو بده. به داداش بیچارم چی کار داری؟ اون طفلکی که چکشو داده نتونه پول تهیه کنه میفته زندون. خوبه خوبه، نمیخواد درسی که خودم بهت دادم به من پس بدی. آخه این درسته منه بیچاره برم صبح تاشم جون بکنم بعد بیام هزینه بیمارستان پدرزن پول دارم و تهیه بکنم، این درسته؟ باید تهیه بکنیم، ناسلامتی بابامه، اگه کمکش نکنیم میدونی آیندمون چی میشه؟ آخه هرچی میکشم از دست اون شوهر خواهر جوراب فروش هم میکشم که الهی بره زیر. چیکار داری جوون مردم؟ عجبا. چقدر گفتم گولشو نخوری یا چشمو هم چشمی نکنی. آخه تو موبایل میخواستی چیکار کنی ها؟ رفتی موبایل قسطی خریدی؟ من بدبخت باید صبح تا شب برم سر کار قسط موبایل حضرت عالی رو بدم. صد دفعه بهت نگفتم اسم موبایل منو نیار. آه چیکار به موبایل من داری؟ از قدیم گفتن فلفل نبین چه ریزه، بخور ببین چه تیزه. بشکم ببین چه تیزه شازده. حالا بله خانم، بله بله، من کاملا حرفای شما رو درک میکنم. آقای سخاوت پدرزن عزیز بنده هستن، مطمئن باشید که من اگر ایشون رو بیشتر از شما دوست داشته باشم کمتر از شما دوست ندارم. بابا من حاضرم برای ایشون به جون عزیز خودش قسم جونم رو بدم، شارعی هم بذارم پاش. پول چیه؟ من اصلا کار بیارزش نمی کنم و نکردم تا برای کسی. ببین فیروز، به من گفتی خرجی نداریم برای ادامه زندگیمون، برو سر کار. رفتم سر کار. من بد گفتم؟ بد نگفتی، ولی قرار نیستش که نصف شب بری سر کیف پول منو به حقوق یک ماهمو کش بری و خرج قروفرت بکنی. قروفر؟ بله قروفر. بابا خانم عزیز، من بدبخت بیچاره صبح تا شب میرم جون میکنم که مثل همه مردم یه لقمه نون حلال در بیارم تا دستم جلو چهار تا نامرد دراز نباشه. اون وقت شما داره میگه قروفر؟ به خاطر همینه که همتون آرزوی مرگ آقا جونمو داری. آقا جونت که همیشه به کمک ما احتیاج داره. آقا جونت ماهی 60 عملی جراحی میکنه. اون وقت چه میدونم معده و روده و عرق و عروق و قلب و عروق. قلب و عروق که پشبندش هم هی چون دو تو پی در پی سکته میزنه. آقا من نمیدونم چیه این آقا جونت بگم. آخه از پولش. توران تو چیزی میخواستی به من بگی؟ نه. تو مطمئنی حرفی نمیخواستی به من بزنی؟ گفتم که چیزی نمیخوام بگم. نه نه نگفتم چیزی گفتی، گفتم احساسم. نه حرفی ندارم. بریم. بفرمایید.
اینم 400,000 تومن چک مسافرتی برای توران هست. از کجا آوردی؟ وام گرفتم. چطوری؟ خب معلومه، از هتل، رئیس هتل، از حسابداری. کلی براش زحمت کشیدم تا پیدا کردم. قسطاشم خودم میدم چون آش قسطاشو با هم میدیم. برو بده حسابداری تا دیر نشده. بده بده. مرسی. تو واقعا بی نظیری. خب مرد سلام آقا. سلام و زهر مار. دفعه اول به زبون خوش بهت میگم. آقا درد میگیره. جانم که درد میگیره، دفعه دوم یکم با عصبانیت بهت میگم. بیشتر درد گرفت. بهتر که بیشتر درد گرفت. دفعه سوم این موش میگیرم دوم تو، از دمپر خودم و خواهرم پرت میکنم تو جو. مگه دیوونه شدی؟ مگه من چه این دومه کلی به تو فروختم؟ ببین چی دارم بهت میگم. فقط یک بار دیگه، یک بار دیگه ببینمت با همین دستام خفت میکنم. سلام داداش. سلام. کجا؟ هیچی، کار داشتم. دنبالتون میگشتم. واسه چی؟ پول آماده است. این از کجا آوردی؟ وام گرفتم. وام گرفتی؟ ببین وقتی میگم تو دختر لایقی هستی حرفای منو گوش نمیدی. اون لیاقت تو رو نداره توران. به خاطر همینه میگم به حرفای من خوب گوش بده، خوب فکر کن، بیا دنبال من. گوشاتونو وا کنید، آخرین التوماتوم سخاوت به شماها. ببینید اولندش من یه پاپاسی بابت هزینه بیمارستان پرداخت نمی کنم. حتی باید زیان و ضرر این دو روز تعطیل حجره رو هم شماها پرداخت کنین، و الا اینقدر سکته می کنم، سکته می کنم، سکته می کنم که پدرتونم در بیارم. آقا آقا جون، آقا جون مجده آج، بده من 400,000 تومن پول بیمارستان جور شد. خودتون حالتون هم خوب شد؟ فردا هم ترخیصی. برید گم شید. فردا ترخیصین؟ مگه من کالای گمرکی هم که فردا ترخیص میشم اونجا؟ مریض؟ گفتی مریض؟ مرخص میشم؟ من مریضم؟ شماها مریضین بدبختای بیچاره ها. نه سیخ آباد، این حرفا چیه میزنی؟ عوض دست درد نکنی داری به بچهات میگی؟ اینا بچه هم؟ اینا خرچه هم؟ دست درد نکنه بابا جون. تو هم رئیسشونی. بفهم میخنده مادر بوله. 400,000 تومن، 400,000 تومن، 5%، 4, 5, 2, 20, 23, 20, 22، بعد یه سال 12 ماه، 4 روز، آخر سر چقدر میشه؟ هی واسه دو روز این همه پول و 400,000 تومن رو دادم به بیمارستان. خب میدادیم به من، میدادیم به من، من میفهمیدم چیکار کنم. شادومان آینده، شادومان آینده. قربونت برم. چه گلی گشتن. خیلی خیلی با این کارا شیرینی شیرینی این دونه آخه بده من سنگینه بهش بده. بابا این همه رو بابا سکینه فقرات دست میگیره به درات بیست. این کارا چیه کردی؟ این سیبو ول کن. سیب آخه سنبول رو آره بله ولش کن. شما زحمت نکش، وایس با کاری نداری. فعلا خودم باشه تو میبری. برو زن، دو سه روز حجره بسته است. مردم که میان با من کار دارن کسی نیست جواب بده. بابا آیا سرتون آقا جون؟ باید فکر سلامتیتون باشین. الان ببینین چه جوری شدی. باید فکر حجره. به 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 به
چه سعادتی، چه معجزه‌ای. پدر زن عزیز من در نهایت صحت و سلامت اومدن داخل بخش مریم. این یعنی امید برای خاندان سخاوت. علیک سلام. سلام آقا جون. آقا جون شرمنده کردی ما رو، شما از این کارا نمی کردی. اختیار دارین مادر جون، اختیار دارین. گل و شیرینی که قابل شما رو نداره که. ما حاضریم زندگیمون رو بدیم آقا جون سخاوت رو تو سی سیو نبینیم. مرسی. اونجایی که دلمون میخواد ببینیم. میبینی؟ عمرت همه گل. باشه. عمرت همه گل، نسیمت عطر گل سرخ. باریکلا. جانان منی. جانان منی نباشد عمرت چون گل. ای خول فرما وظیفه از خاک سپان منه. ما نذر کردیم. بله. اگه اونجایی که دلمون میخواد شما رو دیدیم بدیم یه دعویست و راسته براتون بیارن در خونه. راسته؟ راسته چی هست؟ ها راسته هر وقت میل فرمودیم متوجه بشین چی؟ ای بابا حالا نفسم دیگه بالا نمیاد. ای بابا بری یه خود باد بیاد، یه خود باد بیاد. آره هواش خیلی بده، خودم نمیشم. آقا چه بگیم براشون بیاد. سلام. سلام. ببخشید بابا خوبن؟ گل آوردم براشون، دو تا گل، دو رنگ. آره حالش بد نیست، میتونی بیای از نزدیک ملاقات کنی. نمیشه؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ بفرمایید. بفرمایید. اجازه میدید؟ خواهش میکنم، بفرمایید. سلام به همگی. سلام. بفرمایید. بفرمایید. داداشت اینا رفتن علیه. این چی بود؟ ایوا شمایی؟ سلام. پیروز تو بالا دیوار چی کار میکنی؟ ترسیدین؟ بیا تو مادر جون، چه سر دیوار بایستدی؟ نه 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 من داخل نمیام، مرسی همینجا خوبه. من از اون پسر گردن کلفتتون میترسم، ببخشید. حالا بیا پایین یه چیزی بخور. بیا این هندونه رو گرفتم آوردم انداختم تو حوض خنکشه که آقا سخاوت که از بیمارستان تشریف میارن بخورن جیگرشون، انشالله خنکشه خوب شد. دست درد نکنه، خدا عمرت بده مادر. ببین اکبر جان، قربون تو برم پسر نازنینم، من 7 سالم بود که اومدم تو این حجره، الانم که 70 سالمه تو این حجرم، 100 سال دیگه‌شم که باشه باز تو این حجرم، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ما رو ببینن. چشم اونایی که شما رو نمیتونن ببینن کور شه. ولی بابا شما ماشاءالله ماشاءالله تو این سن و سال خیال میکنی یه جوان 14 ساله ای دار. خب معلومه، معلوم میشه تو هنوز پدر خانواده خودتو نشناخت. چرا خوب شناختم؟ شناختی؟ بله. ما یه خانواده کاملا استثنایی. بله شما هم استثنایی هستی. ببین بابای خدا بیامرز من هر 15 روز به 15 روز یه دفعه سکته میکرد. من خودم از خجالتمه که ماهی یه دفعه سکته میکنم. خواهرام هم یه روز در میون سکته میکردن. اما هیچ اتفاقی نیفتاد واسه اینکه ما خانواده استثنایی هستیم. بابا اصلا من کاری به این موضوع ندارم. آبی که ریخت رو زمین دیگه نمیشه جمعش کرد. من که نمیگه 70 سال تو این حجره هست. خب یه دفعه هم که شده به حرف ما گوش بده دیگه بابا جون. چیکار کنم؟ یه هفته بابا، فقط جون خودم، فقط یه هفته. بریم یه مسافرت خوب، یه آب و هوا، یه جایی که خوب باشه، یه ایلاقی.
اگه نگی چه کیفی داره هر چی خواستی به من بگو. آه واسه کیفش میگی؟ خرج کردن پسر جون کیف نداره، پول در آوردن کیف داره. کیش عزیز من، سخاوت داره تو تهران دود میخوره، دود میکشه، هرس میخوره، پول میخوره، بدترین جای بدنش هم باعث جراحی شده، داره روز به روز به عمرش اضافه میشه. وقتی میگی ما ببریمش کیش، میام تو محضر ثبتی برات امضا میکنم که با یه سرمایه گذاری کوچولو و اون نقشه حساب شده من برای سفر به کیش کار سخاوت برای همیشه تمومه. فقط باید سر کیسه رو یه خورده شل کنیم، همینو بس. قبول؟ قبول؟ قبول. بادو بندره زیره دادو از تمام اینجا رو بیریم بیتاری ها بیریم. بادو بندر بندر بیا بندر بندر بیا بندر با کوره بندر با کوره بیا بندر خارج بندر آبیار بندر میری؟ خب نرا مگه چی میشه بری؟ بندر بندر بفرم بندر با من بیاین با کسی که نیاین بفرم به دیگران توجه نکنی. بفرما. دست منو ول کن. یک ساعته داری ما رو میبری این ور میبری اون ور. بله. اتوبوس اینو. جون من اتوبوس رو. به. ببین یخچال کولر همه چی داره. آق جمال. بندریان. خب باشن. مگه کیان؟ با سلام خدمت مسافرین محترم، ضمن خوش آمدگویی به شما مسافرین عزیز، مقدم شما رو گرامی میداریم و آرزوی سفر خوشی رو برای شما آرزو میکنم. جا داری که دوست عزیزم و همکارم سرمهماندار آقا مسعود رو یه جورایی معرفی کنم. ما خواستمون آجا هم بفرما. ما کوچیک همه مسافرهاییم، اصلا ما قابلیم. راننده صحبت میکنه. این جانب جمال، معروف به جمال خوشدست، با بیش از 40 سال سابقه در امر رانندگی تو جاده‌های اروپایی، خاور دور، خاورمیانه و اینجور چیزا، با تجربه این 40 سال در خدمتیم. دوستان، اگر چنانچه یه وقت در امر اتوبوس مشکلی پیش اومد، ما اینجا راه‌های خروجی داریم که همینجور که الان من میگم توضیح میدم، همکارم به شما چیز میکنه، نشون میده که چجوریه این حرفای من. دو در در قسمت جلو این وره، دو در در قسمت جلو که یه درش مال خود نه، این اون کارش نمیتونی بکنی. یه در قسمت عقب اتوبوسه که اونم تا حالا باز نشده خوشبختانه، چون لازم نبوده، اما اگر لازم بشه با میشه. 16 پنجره دور اتوبوس چیز شده، تعبیه شده، که در صورتی که به اکسیژن اتوبوس اشکال پیش اومد، شما میتونید از این پنجره به نفع شایسته مقتضی به عمل بیارید. در پایان زیاده عرضی نیست، سفر خوشی رو واسه آرزو میکنم، شخصیتتون هم حفظ کنید. این چیز بفرمایید. دست شما درد کنه. خیلی ممنون. راستی از موبایل چه خبر؟ موبایل؟ آره. ببین میتونم واسه چجور کنم، اون تا خرج داره. ببین ندارم، اگر موبایل به من ندی میمیرم. نمیره دل عاشقت. داداش من 38500 بیا پایین، وقت مرا نگیر الکی.
کرده. دست تو بکش بینیم بابا. با دست صحبت نکنم. گوش کن داداش من. گوش کن. ساکت. گوش کن داداش من. ببین داداش من. ببین عزیز من. جون عمو. ما این پولو نمیدیم. نمیدی؟ نه. خب فرما پایین داداش. پایین ما اینم نمیدیم. تو پولم هر روز خواه. زور نمیدی. پدر به در گرفت. مردی که خیلی مردی که خیلی مرد باشو از تو پیره مرد باشو خیلی اکبر آقا بله به شما میگه خیلی فیروز بخش به شما میگه خیلی شما بخونه نه خوبی قربانه نه بابا اینجا نشه اینجا اینجا میدن آره ای آقا، ای آقا، داداش، داداش، چیکار داری میکنی؟ دعوا چرا میندازی؟ میگم دست نمیدم. چوب کشیدی، من گرفتمش میتونی بگیرش. چه خبره؟ میگم برو بشین سر جا. آقای محترم، دوست من، تا حالا ما توی این اتوبوس ای حرفا نداشتی؟ آقا شاگردت بپرس. آقا جماعت تربیت. من معذرت میخوام. صحبت کن قربان. منو نگاه کن. منو نگاه کن آقا. عذر میخوام. دخالت نکن بشین. پول لات کنید شما. نخه نمیشه. برای چی؟ پولو بده کوچولو. من کیم؟ تو یکی حرف بزن. من بهش. عذر میخوام. عذر چیکارت دارم؟ برای من که واقعا مثل یه دانشگاه میمونه. آقا من چه جغل نمیدی ها؟ باش آقا. یه بار دیگه یه فک فک. بابا همین مشکل. بابا این سیم گاز فرنگی. آقا من حرف بزنم. باشه بیا حالا برمیگردم. آره ما شما رو قبول داریم. آقا به این نمیگی آقا جان. ما هم شما رو قبول داریم. تو دستتو تو بکش. من از شما دستتو بکش. تو بنده گفت دست من. فرهاد منو نگاه کن. حواست بالاست خوب برم. قلبت رو میترکی. آره عاشقتم. فرمودی 40 تومنه. 40 تومنه بله. الان چقدر دست منه؟ 39 الان چقدر دست منه؟ 8500 38500 بله که حق ماست درسته؟ باز میگه حق ماست سر این قاطی کرده میگه تو سر که دست منده ببین تو سر که تو من بیزم دارم میشه سلامت تو بیار آقای محترم آقای محترم شما از دفعه مایی؟ این که میگم حق ماست منظورم اینه که من درستش میکنم یعنی آه. چجوری درستش میکنم؟ اینجوری درستش کن. اینجوری این خدمت شما ما نمیخوایم این تخفیف ویژه به جنابالی به خاطر مرامت به خاطر این همه کلاسی که جنابالی دارید این که رعایت میکنید اتوبوس ما رو نکترتیم همین آقا 100 تن داد برای رفیقت داره سیکولات به خط فرهاد 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 برو به کارت برس شما برو شما بفرمه دوست من این عکسی که گذاشین جنود نگاه کن دیگه چه فایده نداره بچه ها اگه ایستن کارتون آی راننده، یه کمی صبر کنی، یه مسافر پایینه. ببین یوسف، من دیگه داره حالم از این اتوبوسای آدماش به هم میخوره. میگم تو هم بیکار بودی منو برداشتی آوردی یا؟ مردم زناشونو محصل میبرن اروپا با هواپیما، تو هم دلت خوشه. منو داری میبری کیش اونم با این اوضاع خب آقا جون حالتون که خوبه خیلی خوبه الحمدلله خب الحمدلله جایتون که درد میکنه نه ببینم ماشاءالله رنگ رو هم که سر جاشه مسافرین محترم عزیز مجدداً سلام ما به شما سلام میکنیم چون چی شما رو دوست داریم در حال حاضر ما یک نون سفارشی خاصی داریم که توسط مهماندار عزیزمون آقا مسعود عزیز به شما توضیح میشه این نون خیلی خاصه این نونو حتماً تی باید خالی خالی بخورید با آب و نوشابه اصلاً میل نکنید چرا؟ چون دارای ویتامین تی ایه دارای ویتامین ایه و برای بدن خودتون میدونید بسیار مناسبه ما چون چی شما رو دوست داریم و سلامت شما رو میخواییم یه جورایی نونای پر ویتامینه به شما میدیم که همیشه سرحال و
لب قرمز و خلاصی میزون باشید دیگه. آقا مسعود با اجازه. داداش خوشتیب سیامون نکن دیگه، بسه تمومش کن. چی داداش؟ چی میگی؟ سیاوازی چیه؟ میسیز ان مستر تازه داماد بفرما. خیلی مرسیم. میل نداریم، متشکرم. برای ما دو تا لیوان سانشاین بیارم. دو تا لیوان سانشاین اگه لطف کنی. خنک باشه. سانشاین. آقا جمال، آقا جمال، یه سانشاین داری؟ سانشاین داری؟ داری. ای بابا، رو این همه نون، این همه خشخاش و کنجه؟ آخه ما مثل شما سخاوت نندیم. بفرما، 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 سلام علیکم. آه! زباش بابا بابا فرمایید چرا لخمه گرفتی نمیخوای زباش برو دینه بابا کره پنیر چیزی لازم نیست چیزی لازم نیست بیا راستم خواه ها جانم ببین داداش ها اینا میبره واسه آقا جمال اینا مربن دوستت این دو طرم خودت میخوری یا ذره بر بازو بیاری فهمیدی با دست صحبت نکن بعد میری از اون غذایی که خودت آقا جمال میخوری این قرار زور بخوریم برای من و خانم و با چناقه ما خانمش میاری با دست صحبت نکن با دست صحبت نکن با دست صحبت نکن شما بشین داداش آقا داداش من گوش کن آقا دست قربونم برم چی میگی تو با دست صحبت نکن چی میگی تو خیکی به اکبر آقا فوش میدی؟ به اکبر آقا میگی؟ آقا جمال! آقا جمال! الو بستم آقا الو بستم ببینم ماشالله ماشالله رنگ رو هم که سر جاشه آقا جو قلب تو چجوریه؟ یواش یواش قلبم خوبه خیلی عالیه فقط میدونی که جای بستنی سنتی اکبر مجدی خالی که حال کنیم بله دو سه تا بس آدامس هم باشه که بجوییم دهن اون از این خشکی و حالت میاد بیرون چشم آقا جون میگم براتون بستنی هم بیارن نسی آدامس هم بیارن قربونتون برم الهی شما جون بخوا آقا جون جون بخوا همکتون در حال حاضر نمایش پر هیجان و پر از حادثه و خاطر انگیزه تایتانیک یعنی تایتانیک هندی به زبان پاکستانی و زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان میشه حتما اون عروسی هاشم ژاپنیه نه او جاپارسی بازی کرد چه خبرتون آقایون ماشین رو سرتون گذاشتین زن و بچه مردم تو ماشین نشسته ای آقا بابا اینه جوون هم بذار دلشون شاد باشه دیگه ها البته این لحظات خوش و تنهایی فقط تو اتوبوس جمال خوش دست دار آره اینم گفته باشی بعضی شرمندگی من فقط یه نکته دیگه بگم و برم این فیلم پخش صداش استریوفونیک استمن کالر فکر میکنم و پخش دیجیتاله خب فیلمتو بذار دیگه تو ساعت داری برای یه فیلم توضیح میدی قربون شکل ماهت برم سیاکار بعض پوزش از تمام مسافرین عزیز چون من کاملا نمیتونم همه چی حرفامو بزنم فقط یک کلمه من بگم که مدت این فیلم 6 ساعته یعنی از اینجا تا کجا چی؟ یعنی از اصفهان تا شیراز از اصفهان تا کجا؟ شیراز از اصفهان تا شیراز کوچیکم ها کوچیکم شما؟ آقا اینا عجب آدم هایی هم بابا ما باید کرکره رو بکشیم با این تعطیل آقای محترم پشتر ما حرف نزن ما پشتمون نیستم یه چیزی میگم فکر نکن من مشکل دارم اصلا به اون نمیاد اون ریقوه تخمه عزیزم باید تخمه بخوریم حداقل وقتمون رو پر میکنه لحظاتمون رو پر میکنه بیا لحظای شیرینمونو چه اشکال داره حداقل بیکار نیستی خواهش من نمیدونم تو توی اتوبوس لحظه شیرینم دیدی ای بابا چیز دیگه اگه میل داری بگو من بگم بیارم آجیل هفت مزه بادم هندیس بیشتر باشه عذر میخوام قربان جانم لطف میکنید آجیل هفت مزه بیاری
آقا جمال هفت مزه میخوان. پنج تاش مزهش هست، یکیش من که خوشمزه هم و آقا جمال و آقا فراد، دو تاش درست میاد. آقا تخمه میخوام چیکار؟ بخت تو گلو گیر کرده، تخمه پایی نمیرن. آقا یه موال گیر بیار شنگ کنم صحبت کنم. آخه عشقم تفرانه کرده. داره درست میشه. فقط 3000 تومن لازم. 3000 تومن؟ دایمی نداره. این روز اون جلو صندلی سه بوم یه بوم شده 3000 تومن از روچه سم هم ببخشید، تخمه ها تموم شد. برای بادوم هندی هم داریم، بیارم برای تون بادوم زمینی، مهمون خود من، مهمون این تنه حقیر. گفتم که خونه بادر مهمون کنم، ماما اینا داداشینا کلک کرده، باشه عصود چیزی نیست آقا جمال، سوء تفاوته. کامبک کنید یه بغل ما، ببینید تیوی چشه. این چیزه تو برق، برق تو چیزه. مطبطی شدم، آجی بدید من سمنو واقعا برق تو شکره خورده. ببخشید با سفرین ماترم، الان درست میشه. این دهنه بیدیه تنگه بیدیه واقعا الان یا دیگه الان باید بخونه. اومد خوبه. اولش شما فعلا این قطر نگاه کنید، این کم کم فیل میشه. الان باید بخونه. خیلی خوب خیلی اینو باسته میدی دست من. آخه آقا این چیه در اونه؟ نسته رو نیده. آها اومد. جا به زده رو درسته. نه درسته بیا. خرخرش اومد. درسته. آقا جمال این هم دست هست باشه. بگی خارم خارم بگی. نقشه اینا دارم. نه چه بعضیه به ما دادی بچه، اینو بگی از دست من تا که اینو بگی برق نگیرم. آخه بابا چی رو هندگی بکنی بخه؟ اونو بده من. بگی اینو چی شو؟ ببخشید اشکال من بود، نیست فیلم ما 6 ساعت هست. تو سفر قبلی اون اومده به آخر فیلم رسیده، حالا به خاطر که برگرد اول یه ساعتی طول میکشه بعدش درست باشه. فش 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 فش. خوابی جان اما خوب رو بیا یه دلی از اعضا دراریم. من میدونم اینو چه جیرا بندازم. بیا ماشاءالله. دارم یهوا یادت نره ها، دلم میخواد حسابی بزن بزن از فیلم ها اکشنت بالاتر. برو چشم شسته بلاشو ببین حالش چقدر خوبه. تو حالا گفتی کی؟ حالا کی؟ آقا جون سخاوت جونتون، تو که گفتی قم نرسیدیم کارش تمومه، مگه نگفتی؟ ها؟ خب الان شیراز هم داریم رد میکنم، اصفهان هم گذاشت، شیراز هم داریم رد میکنم. چیزه؟ میگم که
دو سه تا شهر مونده بزنم فکر کنم کار بندازه ببینم چه غلطی. میدونی چی میخواد؟ بستم میخواد با آدامس. آدم باد میکنه میتره دیگه. مسافران عزیز. آقا جمال خوش دست، میگن که چون ما به یک جای خوشاب هوا و با صفا رسیدیم، دوستانی که میخوان بیان سیگار بکشن بیان اینجا تی جلو در بایستن دودش رو اینجوری جویایی برن بیرون که بقیه آزار نبینه. بهروزان چه؟ یه تست. تست؟ تست چی؟ تست دود. سیگار؟ بگیش دکه سیگار فروشه؟ چه؟ بزنیم بچه بینیم آواز سیگار کشتن تو اتوبوس قدغنه بروز بس که داره به اکبر آقا فوش میده. اکبر خیلی خواه خیلی خواه خیلی خواه خیلی خواه بکش دستو آدم بده بیاد زوب بنای شده خودت بزن گوشه لبم بده من گوشه لبم قربون تو لک لک عزیز پنجره رو آقا همیز عشق دودی شده آقا جون جانم شما مشکلی نداری که نه آبدا نه آبدا مشکل چیه برای چی آقا جون جانم یه حالتون خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه عجب عجب آقا جون جانم شما راحت تنفس میکشی من راحت تنفس میکنم بله آره قربونت برم آقا جون جانم میگم تو هیچ مشکل ریه قلب هیچ نداره آقا جون جوره راحتی راحت چیزی جونم چی شده آقا جون جونه دلم میگم که شما را از زده بکنه نه اتفاقا چه عطری هم داره ببینم سیگاری چیه این ببینم مالتو خارجیه مالتو رو ببینم بابا مالتو رو ببینم بابا کنفرنسی شدی؟ ببینم چقدر خوبه برای قلبتون انقدر خوبه میگم سخاوتی واقعا سخاوتی ای والا داره بابا جان زن بچه مردم تو ماشین خوابیدن آخه شما به زن بچه مردم چی کار داری؟ یوسف جانم بله میگم این بوی گن مال چیه؟ فکر میکنم بوی بیرون بیاد از بیرون باشه میدونیم هر مسیری بوی داره دیگه اینم حتما بوی مسیر تهران بندره بهش فکر نکن میگم تهران بندر بوی جوراب میده ممکنه دیگه محسود برو ببین اوضاع چی قراراته بکشم امو بادو بابا بادو گن را اینا آقای راننده این بو گندم جز به سرویستونه به خجالت بکشین دیگه بابا داده بیداد نکن آداز داده بیداد نکن برو خدای شد کن چی اتوبوس ما استاندارد ایزو 2002 داره متوجه ای؟ آقا جون اقلا این کولر لعنتی رو راه بندازید بو گند از این ماشین بره بیرون ده خفه شدیم دیگه بابا داده بیداد نکن جون دیگه نشتبه تا پایان قد حرف بیزنی ها اتوبی ها داده های خواهد بای بیسی تا اتوبی های گنده شده رو بردیم بیسیم اینیم بابا بیسیم اینجا چی؟ رحصا بسا من به ترکی یا جیرایی
حالا تا اینجوری میگیرم داداش سمیده بسی اینجوری دادم ببند اون دهنه تو دیگه بسی چیزی نیست مخلص تمام اموام هستیم الان واسه تون کولر میزنم یک بوی عطر بهبهی به پیچه کیف کنین بو عطر کنه یاس تا بندر حال کنین ناکر امو میگم این بوی گن ماله چیه آبا آجون آمد رو پوش کنه آجون این کولر آبیه یا پهنی چی بوده؟ بو گندش ما رو کاشت دیوانمون کرد خسته شدیم دیگه محسود برو ببین اوضاع چی قرار هست بادو بابا بادو جان یوسف جانم مرسی من مرسی مرسی خواهش میکنم من مرسی رو خیلی خواهش میکنم به اندازه یک دنیا مرسی به اندازه سفرمون مرسی منظورم شکلات مرسیه یوسف شکلات مرسی سر صحنه خیلی از این شکلات ها میخوریم فرانسوی ها اینا باش با این که ممکنه اینجا گیر نیاد زیر سنگ هم باشه برات گیر میارم مرسی باشه حتما خیالت راحت باشه 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 اینو برای من گذاری بیزنی رسته در نکنه سرش کی... ماما سر من میترسم کلا برای این اشتباه بندازه سلام جناب راننده ببخشید من معذرت میخوام من مدیر لابراتوری رستوران چشم انتظار هستم مسافران محترم اتوبوس زمینی با بیری خمش کلان شما چیزی میگید خانم؟ نه آقا من سیرم اشتها ندارم ببخشید شما چی آقا؟ بنده چلو کباب میخوام درجه یک حالا ببینین اکبر آقا پسر نازنینم چی میخوره؟ شما چی میگرد آقا؟ من چیزی میل ندارم ایسا شما چی خانم؟ خیلی ممنون هیچ شما چی؟ سیرن ایشونم من که کنوشو بنا شما چی آقا؟ بنده هم سیر، خانم هم سیر، آقای سخاوت سیر، مملوک سیر، همه سیر سیر، توپ به توپ نه اشتباه میکنن، آقای سخاوت سیر نیستن، لطف کنین یه قربان، ایشون سیر هستن، هیچ نیازی نیست، شما خرج نکن لطف کنین برای آقای سخاوت چلو کباب اصلا غذای ما میل شب چه چو لات کنین بیارین ببینید اصلا من هیچ غذایی نمی نم خاری چش قد خاری چش قد چش قد چش قد غذا بین راهی آقا جون سخاوت بخوره اوجا اوجا جبات من نقشه خودم سرمایه گذاری که گفتم نگه خب بگو بیاره بابا بیاره چند هست عزم میخوام لطف کنید یک تا چلوکباب شب مونده کوبیده اصلا بوگندو بردارید بیارید واسه من چی فرمودید آقا
چلو کباب مسمومیت زای شب مونده بوگندو میخواستم، اگه دارید بی زحمت یک پرسشو برای ما بیارید. واسه چی میخواید آقا؟ برای گربمون تو چیز ماشینه، بعد گفتیم که چیز بشه بدیم بخوره. برای گربتون؟ بله. نیازی نیست، آشغالگوش زیاده میگم بیاره. قربان گربه ما اصلا آشغالگوش دوست ندارید، از چلو کباب شب مونده یه همچین بوگندوی قشنگ همچین فاسد شده برای ما بیارید بی زحمت. عزیز من امروز روز اول افتتاح اینجاست، غذای مونده نداریم. نداریم. بله. باشه همون آشغال گوشت رو بی زحمت بیارید. اشکال نداره. متشکرم. خسته نباش. قربان شما برم آقا جون. جانم. دادم براتون یک پوس. وای یوسف، میگم عجب جای قشنگ و با صفایی یا بالاخره سفر ناخوش یه جای خوشم دیگه. میگم میدونی چی میترسی؟ یه غذای پر انرژی مثل ماری گولدا با خاویار. جانم؟ یوسف چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ماری گولدا با خاویار؟ اسم این غذای فرمودی؟ ماری گولدا، ماری گولدا. یه عقربا هست اینجور دومش قلمبه صدا میکنه. آره مالی مالی گولدا. ماری گولدا. مالی گولدا. با خاویار. آره آره. خسته نباشید. سلام قربان. سلام خسته نباشید. ببخشید غذا چی میذارین میتونید غذا میخوام شما آقای صیادی نیستین؟ شناختی آقای یوسف صیادی. خواهش میکنم. آقای صیادی میشه خواهش کنم عینکتونو بردارین من یه ببینم شما رو. ای بابا خیلی خوشبختم خانم، خیلی خوش اومدین. چی بگم من، بفرمایید. آقای صیادی شما تو تلویزیون همچین خیلی قدرتمند و هیکلی نشون میدین، ولی اینجا همچین جسه ضعیفی دارین. میشه خواهش کنم یه امضا به من بدین؟ خواهش میکنم. امضای من ارزش نداره. خیلی خوشحال میشم. ای بابا خیلی لطف کردین. خیلی خواهش میکنم بفرمایید. این چیه قربون؟ ببخشید. روی این امضا کنه. ببخشید، ببخشید. هول شده. پیش میاد. از این چیزا خیلی برای من پیش میاد. الو، الو. حالتون چطوره؟ اتاق ادب میخوام خدمتتون. حالتون خوبه؟ قربان شما بابا، من با هزار بدبختی از صاحب رستوران این گوشه تلفن رو گرفتم برای تماس بگیرم. آقا فرمایشی داشتم. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. متشکرم. متشکرم. ببخشید من می‌خواستم اگر امکان داره یه غذای سبک سفارش بدم. ببینم. شما چه جور مسافر اتوبوس هستی؟ بله بله مسافر. بهتره ببرم بیرون غذا بخورم. عذر می‌خوام، من مسافر اتوبوس هستم، اما خیلی خوشبخت هستم از آشنایی شما. خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی خوشحال هستم از اینکه با شما آشنا شدم و به این رستوران اومدم. صیادی هستم. بفرمایید آقا، صیادی هستم. بله، از هنرمندای تلویزیون. به من چه ربطی داره آقا، شما چی میل دارید؟ بله دیگه ممکنه به شما امرتون بفرمایید آقا. عذر می‌خوام، من با همسر اومدیم ماه عسل و در این سفر در این رستوران اومدیم و یه غذای سبک اگه محبت کنید. بفرمایید غذا هر کدوم می‌خواید انتخاب کنید. بله بله، دوستان گفتن، شاگرداشون گفتن که غذای دریایی و همه چی هست، اما میدونید علاوه بر گوارشی و علاوه بر میدی من یه غذای سبک می‌خوام. سبک‌تر از اینا اگه بخواید ماهی و خاویار هست توی یخچالی بریم خدمت. بله نه نه، کم حجم و کم چیز قابل هضم در واقع باشه. میدونید یه مقدار علاوه میدونید که اونو غذای سبک داریم. بله بله. یه نوش تشه بره سر کوه، دهنتونو باز کنید، باد هوا بخورید. غذای دوم لبر تو خونه است. کاسه میدم خدمتتون. آب بریزید، تلیت کنید، بخورید آقا. خوشم میاد شما. آقا. آب جمال. این یارو رو بردارید ما خانوم ببریم. آقا آقا. سوزخونه. اینم کبیت خدمت شما. امری فرمایشی. به به. یوسف جانم. میگم این ماری گولداست. فرید جان این آبگوش گولداست. حتما اینم خاویارشه. داداش آقا جمال مرغ هم هست؟ مرغ نه، چیکن چیکن. یه گاز بزنم بزنجا. آقا جمال خیلی زمه. آقا جمال بزنجا. منو کردم داداش، منو کردم. حالا بیا. جناب سرهنگ دست درد نکنه، واقعا همه چی بیست، هم فضای استانتارت هم غذای استانتارت. به همین دلیل ما به شما قول میدیم که این به بعد اتوبوسمون رو اینجا استاپ کنیم و مسافرها خدمتتون میرسیم. شما خیلی بیجا میکنید آقا. خواهش چی؟ واسه چی؟ این چه مسافر آوردنیه؟ مگه چشونن؟ هیچی، همه بیرون نشستن دارن نوشابه نون میخورن. نیومدن تو؟ نه خیر آقا نیومدن. خب نیان، مگه چی میشه؟ هیچی نمیشه، وقتی که شما پول غذاتونو پول غذای بقیه رو دادید اون وقت درست میشه. استاپ کن، استاپ کن کورنل. ما این شوخی ها نهاریم با کسی. ببین داداش،
همه چیت استانتارده، اما اخلاقت استانتارد نیست. الان یه اخلاق استانتاردی نشونتون بدن تحس کنی. همونه نشون بده. بعد چیکار کنی؟ افراد به جای خود خبر اوت حمله چی؟ چی؟ باشی بیده آقا تمازی یه دقیقه دیگه دار چی با این مسافرهای درد دلی بکنی چی بده برم سوچشم مسافرهای محترم اتوبوس 745 زمینی خسته نباشید تا اینجا ما دو سه دقیقه دیگه به بندر لنگه چیری میرسیم خودتون شاهد بودید که ما به هزار دوز و کلک به خاطر تک تک شما به خاطر تک تک شما به چه مصیبت ها و سبزه جونه داداش افتادید با تک تکتونم خب چه میشد؟ مگه چه میشد؟ اگه اون گوش کبیده هاتون رو میاوردید تو اون رستوران میخوردید نمیتونم حرف بزنم به جون عمو نگاه به این زبون تند و تیز این آق جمال ما نکنین ها دلش عین کنکیشکه ما را میگه راست میگه ببینید جیک اون روی آقا جمال خوشتست رو ندیدید چی میزد اونجا وای حالا کاری نداریم به خیال ام فراد آقا نفری 3500 دست میکنین تو جیبتون دست به دست میدیم بیاد جلو حوصله ندارم بیام جمع کنم میدن اشبر آقا فوش میداره؟ ببرد همه آقا شما که هنوز اینجا ایستادید چیکار کردم و سیمیدم؟ جونه دادش چی بود؟ امو جمال سیمیدم چی؟ رفت خودت زیاد ناراحت نکن همه را ول کنید اینی که دیگه ما استانتارد نیسته استانتارد خارج بکن جیداش من که این کار را میبوسم میرم کنار تا بیخاک میکنم تو چشم همو مگه هرزو جنازه مردم برای شماها مادر بسیار خوب و مهربانی بود برای من هم یک نانخور بسیار خوبی بود خدا بیامون خدا رو شکر یک ارزخور کر شد الحمدلله دومین ارزخورم رفت سومین ارزخورم مرخص شد اه تفلک این ارزخورم رفت میراسخورا همه شون رفتن مرخصی خدا بیامرزه
سخاوت بعد از ترک بچه ها در سن 87 سالگی با همسر جوانش زندگی خوش و خرمی رو با هم شروع کرد. چه آرزوهایی داشتن.